که روی که روی تخت دراز کشیده بود، هوشیار و بیدار بود، ایل بود، کاملا خودش رو بی تحرک نگه داشته بود، هر تکونی آژیتش میکرد، ملتهمش پیل نبود، اسکلراش ایکتریک نبود، توی معاینه قلب و عروقش اسیگستوس میشد، سوفله خاصی نشدیدیم، از نظر معاینه ریش سمت ریههاش دو طرف کلیر بود، صدای اضافه ای نداشت، توی معاینه شکمش تندرنس شدید توی ناحیه رایت لور کوادرانت داشت، گاردینگ داشت، ریباند داشت، همینطور توی معاینات اختصاصی هم بخوام خدمت مرز کنم، کاف ساینش مثبت بود، روزینگش مثبت، سواس ساین و افتراتور ساینش هم مثبت بود، شواهد دیستیشن هم نداشت. از نظر نکات معاینه بخوام خدمتتون عرض کنم، همونطور که توی این شکل میبینی، شکل بالا سمت راست معاینه سواس ساین رو نشون میده که بیمار به پهلوی چپش میخوابه و ما ازش میخوام که اون پای سمت راستش رو به سمت عقب بیاره که این باعث میشه که اون آپاندیس توی رایت لور کوادرات کشیده بشه و وقتی پریتوئن ویسرال گرفتار باشه مریض درد احساس میکنه. خانم دکتر مرسی از پرزنتیشنتون. یه کوچولو اول مریض رو خیلی در حد یک خط زحمت بکشم بکن به هم بگو که چی بوده مریض، خیلی خیلی کوتاه. یه پسر 12 ساله بوده که از حدود روز قبلش، از روز قبل یه درد شکمی پیدا میکنه که اول پریومبیکال بوده ولی بعد به سمت والج شیفت پیدا میکنه، اونجا لوکالیزه میشه، تب داشته، استفراغ داشته و هیچ پس ندیکال داروی هم استفاده نمیده. آها، خب الان داری شما مثلا روزین ساین و سوا ساین و اینا رو داری توضیح میدی، مثلا سوا ساین و ابتراتور ساین رو میگی تو چه حالا شکه به چه آپاندیسیتایی مثلا سوا ساینت مثبت میشه؟ جای آپاندیس جاهای مختلفه دیگه، مثلا ممکنه رتروسکال باشه روی لبه فوقانی، مثلا پلویک لگنی اصلا ممکنه باشه، خب که خود کتابم نوشته 50% موارد اصلا جای آپاندیس ممکنه که توی قسمت آنیوژال باشه. پس ما اگر شک داریم باید مریض رو واشفول ویتینگ بکنیم، معاینمون رو مکرر باید انجام بدیم و سونومون رو تکرار بکنیم. الان سواساین رو یه توضیح بده ببینم، سواساین از روی این شکلی که گذاشتی چه حالا اتفاقی تو سواساین میفته که بچه‌ها یه ذره باش آشنا بشن؟ وقتی که مریض به پهلوی چپش میخوابه و ما پای راستش رو به سمت عقب اکستند کنیم یا اگه نمیتونه به پهلو بخوابه ازش میخوایم که همون پشت که هست پای راستش رو بالا بیاره و ما از بالا بهش فشار میاریم و میخوایم که اون مقاومت بکنه، این باعث میشه که اون پریتوئن ویسرالی که اطراف آپاندیس گرفتار شده خب تحریک بشه و مریض درد احساس کنه. آها، پس ببین سواساینو، پس اگر بچا ما شک به آپاندیسیت یعنی آپاندیس تو جای آنیوژال داشتیم، آپاندیسیت لگنی و رتروسکال، لگنی چه معایناتی به ما کمک میکنه؟ تی آر. پس وقتی تی آر رو انجام میدیم، بخصوص حالا توی بالغین، یعنی حالا توی اطفال خیلی شاید ما این کار انجام ندادیم، ولی یعنی خیلی سونو بیافته های حالا تشخیصی داشته، یعنی که مریض رو نگه داشتیم، معاینه کردیم، آزمایش ها تکرار کردیم، ولی اگر شک به آپاندیسیت لگنی داشته باشید، پس بچه ها تی آر و در واقع سواساین میتونه بهتون کمک بکنه، ابتراتور ساین هم برای آپاندیسیت های رتروسکال میتونه کمک بکنه. خب حالا بریم بعدی. البته فکر میکنم شما زحمت کشتی فیلمش هم برامون تهیه کردی، حالا انشالله میذاریم. حالا بریم اول یه کوچولو روی حالا بقیه مسائل صحبت بکنیم. میخوام دو تا فیلم بود ببینم میتونم. آها، پس بچه ها یه دقت بکنید. صداش نمیاد؟ یه بار دیگه من مدیا رو بچه ترای کنم، مثل اینکه دکتر میگه بازم صدا نمیاد، من صداشو تا آخرم الان هم نمیاد. حال بچه اگر صداشو میشنوید که یه چیزی تو چت باکس بنویسید، دکتر فیروز بخش میگه من چون من صدا رو دارم، چون من از لپتاپ خودم دارم آپلود میشه این فیلمه، حالا اگر صدا رو میشنوید که یکی دو نفر بر من بنویسید که ببینم اصلا صدا رو دارید یا ندارید. صدا نداریم، سارا هم نمیشه صدا نداریم. خب حالا بچه میخواید فقط معاینات رو ببینید، من یه ذره این صداها رو دست بزنم اینجا ببینم. صدا نداریم.
خب بچه‌ها فکر می‌کنم خیلی فایده نداره چون کامل داره روز ساین و اینا رو داره توضیح میده بدون صدا. فیلمو فکر می‌کنم کامپیوتر جدا هم توی فلششون داره. حالا بعد ترای می‌کنم که ببینیم اونطوری میشه یا نه براتون بذاریم، چون کامل داره توضیح میده بدون صدا، شاید خیلی حالا کارایی در واقع نداشته باشه. پس بچه ها سوال ساین و ابتراتور ساین و روزین ساین و ریبان تندرنس و اون علامت کاف ساینی که خانم دکتر اومدن برامون گفتن، بچه تو کتاب ما به نام دانفی در واقع ساین اومده گفته، یعنی وقتی بچه سرفه میکنه، یا یه علامت دیگه داریم به نام توی در واقع جدول آپاندیسایتیس اسکور هم هست، وقتی بچه هوپینگ ساینه یعنی لیلی میکنه روی پاش راه میره، کاملا درد توی ناحیه رایت لوور کوادرانت داره. خب دکتر فیروز بخش میخوای پاورپوینت حالا اسلاید بعدی رو من بیارم برات. خب بریم سر لب تست. پس تا اینجا مریضی بود که یه سری از معیارهای در واقع به درد شکم اومده بود و یه سری از معیارهای آپاندیسایتیس اسکور رو داشت. حالا بریم سر لب تست ببینیم تو لب تستش چی داشته. چه آزمایشاتی که از مریضمون درخواست کردیم تو سی بی سی وایت 19100 تا با پی ام 17100 تا و لیمف 940 تا داشت، هموگلوبین 13.1 داشت، پلاکت 277000، BS 123، ESR 25، CRP 44، BUN 12، کرات 17، سدیم 137، پتاسیم 3.9، PT 17.2، PTT 35، INR 1.2. توی UAش یه SG 10-15 داشتیم با یکی دو تا وایت بی سی و 0 تا یکی آر بی سی و باکتری هم دیده نشد. UCمون هم منفی. خب پس میخوای اینو جمع بکنیم تا آخر، بعد شروع بکنیم اول از معیارهای حالا بالینی چون تاپ لیستمون در واقع آپاندیسایتیسه. هر جور راحتی یا الان در مورد آزمایش‌ها بپرسم، میخوام ببینم بچه‌ها چند نفر اومدن که بتونم حداقل میکروفونای بچه‌ها رو هم آمیوت بکنم، از بچه‌ها هم بپرسم. خب خوبه 26 نفرن. یه کوچولو از دکتر فیروز بخش میپرسم. خب خانم دکتر به نظرت پترن سی بی سی میخوره به تشخیص آپاندیسایتیس؟ یعنی تو آپاندیسیت مثلا معمولا انتظار وایت بی سی چند رو داری، نوتروفیل چند رو داری، توی اون اسکورینگ جدول چی اومده در مورد وایت و پی ام ان گفته؟ توی اسکورها که لوکوسیتوز بالای 10000 امتیاز میگیره و شیفت به چپ و غلبه با نوتروفیل بودن که ما هر جفتشون اینجا داریم. آها پس پی ام ان در واقع بالای چقدر؟ بالای 7500 تا توی جدول آپاندیسایتیس اسکور. پس بچه همینجا دقت بکنید، آدم فکر میکنه که حالا مثلا 12000 و 13000 و این داستانا با توجه به رفرنس رنج آزمایشگاه هر بیمارستان نرماله، ولی دقیقاً وقتی جدول آپاندیسایت اسکور من جلوتر براتون بیارم، وایت بالاتر از 10000 تا و پی ام ان بیشتر از 7500. خب یه جمله خوبی کتاب ما میگه، میگه چی؟ میگه اگر که بعد از گذشت 48 ساعت از شروع پروسه آپاندیسایتیس مریض همچنان وایت نرمال داشته باشه، یعنی وایت زیر 8000 باشه، خیلی پس برامون آپاندیسیت محتمل نیست. چرا؟ چون بعد 48 ساعت ما انتظار داریم بخصوص تو بچه‌های کوچیک زیر 5 سال بره به سمت پرفوریشن. وقتی ما پدید پرفوریشن رو داریم، باید وایت بی سی قاعدتا افزایش پیدا بکنه. پس اگر بعد 48 ساعت رایز وایت و وایت بی سی رو نداشتیم، یه ذره باید تو تشخیصمون شک بکنیم. یا اگر یه جمله دیگه کتاب داره، موقعی که بچه دست ما میرسه تو 24 ساعت اول وایت بی سی بالای 20000 داشته باشه، چه تشخیصایی برمون مطرحه؟ یه بچه اومده با درد شکم استفراغ وایت بی سی مثلا 30000. بذار ببینم کیا بچه‌ها آنن که میکروفونشون رو. خب دکتر احمدی خودت میکروفونت رو آمیوت بکن یه کوچولو، ببینم که شما خودتون چی مطالعه کردین. سلام استاد. سلام. سلام خانده‌شو خوبی؟ خانده‌شو یه مریضی دست رو رسته درد شکم استفراغ وایت بی سی 30000 همون روز اول، یعنی تو 24 ساعت شروع این پروسه. یه تشخیص اگه بخوای بهم بگید چی مد نظرت؟ به نظر آپاندیسیت به 24 ساعت اول بعد لوکوسیتوز بالای 20000 بده یا نه؟ خب این مریضی که در این حد لوکوسیتوز داره احتمالاً یه عارضه‌ای به هم زده مثل پرفوریشن احتمالاً تونه باشه. باری کلا. پس بچه قبل از اینکه اصلا دست به شکم مریض بزنید، ببخشید من یه صدا اکو میشه فکر کنم.
بچه قبل از اینکه دست به اصلا شکم مریض بزنید که اون گاردینگ و در واقع بورد لایک ابدومن رو نگاه میکنید ببینید وایت 30,000. پس توی 24 ساعت اول وایت بالا 20,000 بچه اولین تشخیص اینه که بچه پرفوریشن برش اتفاق افتاده و پریتونایتیس کرده، یعنی که اصلا ممکنه تشخیصمون یک تشخیص اشتباهی ممکنه باشه، یعنی یه سری تشخیص های افتراقی دیگه برای بچه مطرح باشه. مثل چی؟ مثل مثلا UTI. آیا UTI میتونه وایس بیست رو انقدر بالا ببره ESR CRP رو؟ بله. پس وایت بالای 20,000 دو تا داستان داره، یکی پرفوریشن یکی تشخیص های دیگه. خب خانم دکتر احمدی، لیمف بچه 940 تا بچه 12 سالشه، به نظرت برای این سن نرمال هست نرمال نیست؟ چیکارش کنیم؟ چه تشخیص دیگه براش مطرحه؟ استپ بای استپ با همین مریض بریم جلو، یه ذره تفسیرهای آزمایشات رو با هم نگاه بکنیم. لیمف 940 داره. دکتر احمدی، درصد لنف کنم تو میسیم باید 40% باشه. بفرمایید خانم دکتر. درصد لنف توی این بچه باید 40% وایت بیسی باشه بچه؟ آره دیگه، ببین تو سن 12 سال ما لنفوپنی رو حداقل مینیموم 1100 تا در نظر میگیریم، پس یه ذره این بچه ما لنفوپنی کم هست. خب پس 940 که دکتر فیروزبخش اومدن با قرمز مارک کردن، 940 برای این بچه لنفوپنی محسوب میشه. خب دیگه پترن سی بی سی مرسی خانم دکتر احمدی، ممنون از شما. دیگه پترن سی بی سی پس این تغییرات رو پس ممکن لوکوسیتوز و پی ام ان بالا بده. دیگه تو آزمایشات توی یو ای مریضی که مشکوک به آپاندیسی تیم، بذار بپرسم از دکتر شهبازی که اول از هم اومده بود. دکتر شهبازی انتظار چی دارید توی یو ای مریض آپاندیسایتیس؟ بچه این پرکتیکال برای خودتون هم اتفاق میفته. پرفورشن مرسی دکتر حجدی پرفورشنتیس. دو تا شهبازی میکروفون تو باز کن ببینم تو یو ام عریضه اب نداره، هر جایی هم هستی کتابم جلو دستت باز باشه مهم نیست، فقط اینکه من ببینم که شماها دارین گوش میدین خواب نیستین یه چیزی هم خودتون مطالعه کردین. تو یو اش مثلا باید آر بی سی ببینیم نبینیم، وایت ببینیم نبینیم؟ دکتر شهبازی بچه اینا رو همه رو ضبط میشه، اینا نمره داره ها، یعنی تیکه تیکه که میگیم بچه ها بیان تو این کلاس شرکت بکنن تو این دوران مجازی، برای همین یکی ازتون سوال میپرسیم. حالا خیلی نمیشه اون فلیپ کلاس و کلاس وارونه رو اجرا کرد، ولی حداقل این سوالات رو. خب دکتر حسینی شما میکروفونتون رو باز بکنید، اب نداره بچه هر چیزی هم که به ذهنتون میرسه بگید، حالا فوقش اشتباه با هم دیگه تصحیح میکنیم، یه اتفاق خاصی نمیخواد بیفته که. در مورد پترن یو ای توی مریضی که مشکوکی به آپاندیسایتیس هستید بچه ها، ما شما همینا رو انتظار داریم دیگه، چون مریض بعدش که میره او آر دیگه دست ما نمیرسه، حداقل توی آزمایشات اولیه میخوام ببینیم شما چه انتظاری دارید. سلام استاد. سلام سلام استاد. دکتر شهباز شما این؟ نه استاد من جهانی ام، بعد چون دسترسی داشتم جواب دادم. خواهش میکنم. مرسی مرسی عزیزم، بگو استاد. یو ایش قاعدتا به خاطر خانم دکتر صدات قطع هست میشه، هی دیسکانکتی این التهابی که به حال نزدیک حال با هست رو اونجا هم دارن که قاعدتا باید با ایسی سی ما ببینی که یادم نمی. دو تا جهانی صدات خیلی دیسکانکت میشه، فکر میکنم حالا اینترنت بچه ها خیلی خیلی صدات دیسکانکته. بذار ببینم بچه ها تو چت باکس چی تایپ کردن. سلام استاد، متاسفم وصل نمیشه، فکر میکنم پیوری داره. مرسی دکتر جهانی، چون صدات هم دیسکانکت میشه. پس بچه ها توی یو ای مریض آپاندیسایتیس ممکنه شما چند تا وایت بی سی و چند تا آر بی سی ببینید، به خصوص موقعی که در واقع التهاب یعنی آبساهای لگنی یا آپاندیسیت هایی که لگنی هستن و التهاب مثانه رو ما داریم و مجاورت حالب رو داریم. پس اینکه یو امون نرمال باشه نه، ممکنه مثلا 5 تا وایت بی سی ببینیم، 10 تا آر بی سی ممکنه ببینیم. بعد به خاطر فستینگی که مریض داره ممکنه چی ببینیم؟ ممکنه که کتون در واقع داشته باشه مریض و یه اسچی ادرار بیشتر از، حالا برای این سن بیشتر از 10-20 داشته باشه، که این بچه هم حالا یه اسچی 10-15 داشته، پهاش 5، وایت 1-2، آر بی سی 0-1. خب یو ار اومدم خودم گفتم. دو تا مهدوی شریف دیگه توی مریض مشکوک به آپاندیسیت غیر از سی بی سی و یو ای چه چیزهایی رو حالا با توجه به شرح حال علائم بالینی مریض و حالا معاینه مریض چه چیزی درخواست میدی؟
مثلا کلسیوم درخواست بدیم ندیم، نمیدونم چی به نظرت میرسه از درخواست آزمایش های اولیه تو مریض آپاندیسایتیس؟ دکتر مهدوی خب خیلی ممنون که بچه انقدر خوب مشارکت میکنید. وقتی که انقدر مشارکتتون پایینه منم واقعا خیلی راغب نیستم که صحبت بکنم، یعنی اصلا قرار بود از من اینو خواسته بودن که بچه ها خودشون کلاس رو بگردونن. دکتر جمشیدی نوشته باکتریوری ببینی. خب دکتر جمشیدی اگه باکتریوری ببینی یا هماتوری واضح ببینی، آیا برای شما تشخیص مثلا یه تشخیص دیگه مثل هنوخ مطرح نمیشه؟ یا باکتریوری ببینی برای تشخیص مثل یوتی آی مطرح نمیشه؟ قاعدتا شاید منظورتون بوده که نباید باکتریوری ببینی، نباید هماتوری گروس ببینی. دکتر حق شمار نوشتن، حداقلش اینه که تو چت باکس که بچه‌ها میتونید تایپ بکنید. اگر اینطوری باشه اصلا من به بقیه اساتیدم میگم بچه‌ها کلاس ها رو واقعا مورنینگ ها رو برگزار نکنن، چون به نظر خیلی افکتیو نیست اگر فقط ما بخوایم صحبت بکنیم. این های مریض آپاندیسیت بچه توی چیز دیدی توی اورژانس حداقل ابدومینال پین دیدید یه کوچولو که میتونید صحبت بکنید دکتر کلانتری؟ بفرمایید دکتر. خب فاکتورهای التهابی شما اصلا میتونید برای شکل کنیم یه تارتیار بید. خب برای اگر کسیم ترین بار طبیعتا برای مریض در نظر داریم فاکتورهای انرفاتش بیدید آیا نارشو باید چک بکنیم که داشته باشیم؟ چرا به نظرت مثلا کاری که ما بر فاکتورهای انرفاتی انجام دیم برای اینکه فقط مریض بره او آر؟ خب اگر شک به پانکراتیت کولسیستایتیس داشته باشی کتاب چی مینویسه؟ میگه پس الفتی چک بکنید و اگر معیارهای پانکراتیت رو داشته باشه، یعنی اون از اون سه تا در واقع دو تا معیار رو داشته باشه، یعنی دردهای شکم تیپیک پانکراتیت داشته باشه، یافته های سونوگرافی و ایمیجینگتون مبنی بر پانکراتیت باشه و آمیلاز لیپازتون بیشتر از 2-3 برابر نرمال باشه و شما فکر بکنید که پانکراتیت پس آمیلاز و لیپاز هم یعنی گوشه ذهن از پانکراتیت باشه، باید چه کار بکنید؟ باید درخواست بکنید. یه موقع آپاندیس گفتم آپاندیس توی محل غیر شایع آنیوژالشه، مثلا ممکنه یه سری دردای رایت آپر بده که شما با کولسیستایتیس بچه اشتباه یعنی نتونید خیلی خوب اختراق بدید، پس حتما برای مریض الفتی چک میکنه. دوستا الکترولیت برای شک بکنم بیوین، کراتینین، سودیوم، پوتاسیوم به نظرت نظر چیه؟ استاد من مریض هست که امشیو میشن و بعدش تحت سرم تراپی قرار میگیرن باید برایشون چک بشه که آره. حالا دوستو اینی که داری میگی خب خیلی خوبه، خب مشکل خیلی از بچه ها هم هست. ببین کتاب تو قسمت آب الکتریت چی گفته؟ گفته اگر که مریضی بیشتر از 50% نیاز روزانه داره سرم مینترنس میگیره، شما باید روزانه شکل الکترولیت بذاری. پس چیزی که دکتر کلانتر دارن میگن اینه که توی آپاندیسیت هایی که در واقع ساده است بدون کامپلیکیشنه، شاید ما اگه آزمایشات رو بگیریم و تو 24 ساعت اول شروع شده باشه الکترولیت ها نرماله، ولی اگه مریض دهیدره باشه و اینکه ما شک بکنیم به اینکه یه کامپلیکیشنی به هم زده، بچه‌ها به دنبال این کامپلیکیشن مثلا پرفوریشن مریض ممکنه چه اتفاقی براش بیفته؟ دهیدره بشه، ازوتمی پرونال به هم بزنه، حتی به سمت ATM بره، اسیدوز، اولیگوری، یعنی اصلا مریض بره به سمت سپتیک شاک. پس مریضی که بعد از 24 ساعت دستمون رسیده رو قاعدتا ما تمام آزمایشات الکترولیت ها یعنی بی او ان، کراتینین، سدیم، پتاسیم اینها رو ازش می‌خوایم، ولی تو 24 ساعت اول حالا از روتین و پرکتیکالی ما می‌ذاریم. ولی اگر یه آپاندیسیت ساده باشه اصلا خیلی کمک کننده نیست. مرسی دکتر کلانتری، ممنونم شما که تو اورژانس هم بسیار عالی بودی. خب اینم از این. پس این مریض ما طبق جدول یه وایت پیسی بالای 10,000 داشت، پی ام این بالای 7500 داشت، یو اش یو ای نرمالی بود، بعد از معاشاتش هم حالا یه سی آر پی 44 هم داشت. خب بریم سر سونوش ببینیم تو سونوشی داشته. بخونم دکتر سونو رو. توی سونوگرافی که انجام دادیم کبد و مجرا صفراوی نرمال بودن، پانکراسش نرمال بود، تحال نرمال بود، مشکلی نداشت، کلیه ها هم سایز و دیامتر نرمال داشتن، سنگ و هیدرونفروز هم دیده نشد. توی بررسی ناحیه رایت لور کوادران تصویر یک بلایند اند لوپ نان کامپرسیبل بلایند لوپ نان کامپرسیبل دیده شد به همراه افزایش کوژنیسیته خفیف مزانس
و افزایش ضخامت جداری مختصر سکوم که به نفع آپاندیسیت حاد بود و به دیامتر 10 میلیمتر توی تیپ و 17 میلیمتر توی قاعده آپاندیس که تیپ آپاندیس به سمت ساب هپاتیک رفته بود. تصویر یک آپاندیکولیت به دیامتر 12 میلیمتر هم در نزدیکی قاعده اون دیده شد. در حد دقت سونوگرافی شواهدی به نفع عارضه دار شدنش رویت نشد و مایع مختصر هم در مجاورت آپاندیس دیده شد. خب بچه سونا رو خانم دکتر خوند، حالا همینطور میگم باز نخواهیم برگردیم، استپ بای استپ بریم. بهترین معیاری که ما حالا شک اولیه داریم، حالا اون جدول هم میارم با اتون صحبت میکنیم در مورد جدول تشخیص آپاندیسیت، چیه بهترین کاری که میشه انجام داد؟ آیا گرافیه، آیا سی تی اسکن، امارایی؟ خب شما قاعدتا دیدید اولین کاری که ما میکنیم اگر یک سونولوژیست اکسپرت داشته باشیم که بتونه در واقع ببینه اینه که سونوگرافی برای مریض انجام بدیم. خب توی سونوگرافی دکتر فیروزبخش انتظار چه اگر آپاندیسیت باشه انتظار چه چیزی رو داریم؟ یعنی چی برامون ریپورت بکنن که ما فکر بکنیم که این آپاندیسیته؟ استاد همینطور که تصاویرش رو توی اسلاید بعدی گذاشتم، ممکنه که ما یک لوپی ببینیم که هم افزایش ضخامت داره، دیامترش بزرگ شده و با توجه به اینکه حالا خب کتاب چی گفته فکر می‌کنم اصلا کتاب شما اشاره نکرده اسمش، میگه اگر که دیامتر در واقع آپاندیس بیشتر چقدر باشه بچا 6 میلیمتر باشه. خب دیگه چی؟ دیگه خب بلایند لوپو که خانم دکتر دقیقاً نوشتن دیگه چی بچه ها؟ وقتی که سونولوژیست میاد پروب رو میذاره، فشار میده روی آپاندیس، نان کامپرسیبله، یعنی اصلا برگشت نداره، اینقدر ادم داره. خب فت استرندینگ داره، یعنی تمام اون چربی های در واقع اومنتوم، تمام اون خود اومنتوم اومده به شکل سنتینل لوپ فت استرند، یعنی اومده دور آپاندیس رو گرفته که اگه خیلی زیاد بشه که دیگه اون داستان فلگما رو ما داریم. خب یه چیز دیگه هم اومدی اینجا نوشته که آپاندیکولیت داره. آپاندیکولیت هم یه کوچیکی توضیح بده ببینم آپاندیکولیت چیه، منظوره چی بوده؟ ممکنه مثلا یه حالت سنگ های کلسیفیه باشه که توی آپاندیس دیده بشه و لومن آپاندیس رو ببنده، باعث بشه که ترشحات پشتش جمع بشه و خب آپاندیس هم ادمات و جدارش ادمات بشه، هم خود دیامترش افزایش پیدا کنه و این التهاب منجر به آپاندیس. خب چون من صدام اکو نشه لوس میکنه ببندی یه دقیقه میکروفون تو، مرسی خانم دکتر. پس بچا نگاه بکنید یه ریس فاکتور دیگه خیلی واضحه، آپاندیکولیت. کتاب ما اومده در مورد آپاندیکولیت بچا چی نوشته؟ یه سری آپاندیکولیت ها به صورت اینسیدنتالن، اتفاقی، مثلا یه مریض مالتیپل تروما داره، میریم یه سونه فست انجام میدیم، بعد سونولوژیست برامون گزارش میکنه که آپاندیکولیت داره، یعنی یه کلسیفیکیشن یا همون در واقع حالا سنگ یا کلسیفیکیشن جدار آپاندیسه که خود آپاندیکولیت بچا یه ریس فاکتور میتونه باشه. حالا اگر اینسیدنتالی کشف بشه توی سونوگرافی که یه چند تا الگوریتم اپروچ داره، میتونیم آندر ابزرو بکنیم، مریض رو فالو بکنیم، سونو انجام بدیم یا با علائم خطر در واقع مریض رو بفرستیم بره خونه. ولی اگر مریضی آپاندیسایتیس داره، آپاندیکولیت هم داره که اصلا باید در واقع بره OR. بچه ها امروزه جراحا چون ممکنه بگین که خب حالا آپاندیکولیت داره خود آپاندیسیته باعث OR رفتن بچه میشه، نه بچه ها، امروزه جراحا میگن آقا اگر قبلا میگفتن آپاندیس یک عضو حالا ناکارآمد بدنه و خیلی افیکیسی نداره، امروزه اینو مطرح نمی کنن. حتی یه سری جراح اعتقاد دارن که چون میدونه که وقتی میرن شکم باز میکنن توی ریپورت ها ممکنه بنویسن نگاتیو آپاندکتومی، یعنی که ما رفتیم شکم رو باز کردیم و اصلا آپاندیسیت مطرح نبوده. خب مسئله مریض میسک بوده که کلی تو شکم سروس داشته، مایه داشته و اصلا مریض آپاندیسیت نبوده. بچه اینطوری نیست که تا شکم باز بکنن جدیدن بخوان آپاندیس هم بردارن، یعنی میگن آپاندیس به عنوان یک عضو در واقع افیشنت بدن ممکنه نقش لیمفویدی خودش رو به خوبی و نقش حالا محافظتی دفاعی خودش رو به خوبی بخواد اگر آپاندیسیت نباشه اجرا بکنه. پس اگر آپاندیکولیت بود و آپاندیسایتیس، خود آپاندیکولیت یه ریس فاکتور برای آپاندیسیت که قاعدتا باید برن او آر و اون رو در بیارم. خب بچه تو کتاب چی نوشته؟ میگه گرافی کمک میکنه، میگه گرافی تو آپاندیسیت خیلی کمک کننده نیست. خب مگر اینکه حالا همین آپاندیکولیت کلاسیفیکیشن ممکن بهمون نشون بده. سی تی رو بچه چی میگه؟ میگه سی تی یک در واقع اینسترومنتیه که در دسترس نیست، کاست بنفیت نیست. سی تی برای بچه هایی که لاغر هستن و خیلی بادی مس ایندکسشون نرمال نیست، بچه های لاغر سی تی خیلی نمیتونه کمک کننده باشه و قاعدتاً اشعه زیادی که میخوره.
حالا میخوام از یکی از شما بپرسم ببینم که آقا ما باید توی سونوگرافی که انجام بدیم فکر بکنیم که این سونوگرافی اینجا ممکنه که برامون فالس نگاتیو در واقع آپاندیسیت گزارش نکنه. خب دکتر شریفیان میکروفون تو باز کن، به هم بگو که گفتیم که سونو خیلی چیز خوبیه، در دسترس، یعنی اویلیبل، ارزونه و خب اگر کسی اکسپرت باشه میتونه به ما گزارش آپاندیسیت بده، که سونو ممکنه خیلی به درد ما نخوره، خیلی کمک ما نکنه. سلام سلام سلام، صدای من داری؟ بله بله بله، بفرمایید بفرمایید خانم دکتر بفرمایید. مرسی استاد، به نظرم اگه که مثلا آپاندیسه آپاندیسه به نظرم اگه که خیلی در دسترس نباشه، مثلا پشت ناحیه سکوم باشه، شاید سونوگرافی خوب نتونه نشونش بده. باری که الان پریسا دیگه چی؟ این چیزی که به ذهن من میاد مثلا اگه مریض چاق باشه، اگه یه مریض آبس باشه، مثلا یه بچه مثلا 7 ساله 50-45، آره، اگر پس مریض بچه آبس باشه، اگر سونولوژیستمون اکسپرت نباشه، اگر همونطور که خانم دکتر گفتن آپاندیس تو یه جای آنیوژوال باشه و واقعا نتونه مثلا رتروسکال رو ببینه توی سونو و سونو رو طبیعی گزارش بکنه برامون دیگه شی. بچه بچه‌هایی که آپاندیست تیپیک دارن خیلی درد دارن، نمیذارن رادیولوژیست اصلا خوب پروب سونو رو جابجا بکنه. خب پس یه چند تا این داستان هم هست که باید حواسمون رو جمع بکنیم، یعنی تا سونو به ما گفت نرماله یا من نتونستم یافته به نفع آپاندیستی ببینم، سری نگیم این یه گاسترواینتریت مریض بره دنبال کارش. خب پس بعد مریض رو واشول ویتینگ بکنید، معاینه بکنید، دست یک جراح بهش بخوره، آزمایشات رو تکرار بکنید، چون یه سری داستانا ممکنه باعث فالس نگاتیو بودنش بشه. خب مرسی خانم دکتر، ممنون از شما. خب این در مورد روش‌های تشخیصی که بچه‌ها یه نکته که خیلی مهمه، باید سونولوژیست، اینو از نظر لگال بهتون میگم، بعدن هم که طرح رفتین یا اصلا خودتون رادیولوژیست شدین انشاءالله، بچه‌ها باید رادیولوژیست برامون گزارش بکنه که من آپاندیس رو به شکل طبیعی دیدم. اگه به ما نگه که من، یعنی اصلا کلمه آپاندیس رو نگه، ما میگیم خب این نیده، نکنه آپاندیس رتروسکال باشه، نکنه پلویک باشه. باید کلمه آپاندیس در محل طبیعی بدون التهاب رؤیت شد، یعنی ممکنه گزارش نکنه، بنویسه که توی معاینه مثلا یه مایع آزاد مختصر داشته و اینکه چیزی از آپاندیس نگه. اگر نرماله باید بنویسه که آپاندیس نرمال در محل طبیعی رؤیت شد، چون اینطوری ظن ما رو میبره به این سمت که خب این رادیولوژیست که اصلا هیچ چیزی از آپاندیس گزارش، خود آپاندیس اصلا دیده، شاید اصلا آپاندیس توی یه جای آنیوژوال بوده. این جمله کتابه که بچه خیلی خیلی تاکید کرده، پس توی سونوگرافی باید آپاندیس طبیعی رؤیت بشه. خب اینم نکته توی تشخیص. ببینم که بچه‌ها می‌بینید آپاندیکولیتش رو، اگر که این ناحیه هایپر در واقع اینتنس هایپر دنس رو ببینید، یه ناحیه آپاندیکولایتیس رو در واقع برامون گزارش کرده، می‌بینید این ناحیه که هایپر در واقع دنس یا هایپر اینتنس هستش روی سونو. خب این مریض رو جمع‌بندی بکنیم، بعد در مورد جداول صحبت بکنیم. خانم فیروز بخشی چند تا تشخیص افتراقی دیگه برای من برای مریض بهم بگید. با توجه به این تندرنس و گاردینگ و در حقیقت شکم حادی که بچه داشت، ما بیشتر باید دنبال علل شکم حاد بگردیم. ممکنه یه پرفورشنی براش اتفاق افتاده باشه، یه مثلا این دوساسپشنی بوده، البته سنش که نمیخوره به این دوساسپشن، یا یعنی اینکه ممکنه یک تورشن تستیسی بوده باشه، یا یعنی اینکه ممکنه یک فتخ استرنگولی باشه که باز ما تو معاینه شواهدی از فتخ ندیدیم. حالا اگه مثلا مریضمون دختر بود، ممکن بود تشخیصایی مثل ترشن تختان برامون مطرح باشه، ای پی برامون مطرح باشه، که حالا چون مریضمون پسره این تشخیصا رو نه. بچه ببخشید، من تو اورژانس یه مریض بدحال دارم که هی از اورژانس زنگ میزنم، ببخشید. تشخیص افتراقی ها که خانم دکتر به خوبی اومدن برامون مطرح کردن. حالا یه سوالی به تو فیروز بخش، اگر مریضت، همین مریضت، یه بچه بود که لنفوپنی داشت، اسهال داشت، بعد استفراغ داشت، یک سی آر پی در واقع بالای 40 داشت و اینکه یک کراتین 2 هم داشت، الفتیش هم یه کوچولو مختل بود، مثلا یه آی اس تی 200 داشت، یه آی ال تی مثلا 300، یه تشخیص می‌خواستی برای من بگی؟ چون بچه این اتفاق افتاده، حالا بهتون میگم که جراح ها چیکار کردن برای این مریض.
یه مریضیه که درگیر جی آی داره، بعد درگیر رنال داره، یه الفتی مختلف داره. یه تشخیص دیگه کنار این بخوای تو این داستان پاندمی بخوای بگی چیه؟ کووید، یعنی بخوام. آها کووید یه ترمی داره که اگر در نیست ببندی میکروفونه که من بر بچه ها توضیح بدم. بچه ها ما دو تا مریضی داشتیم چون میخواییم پرکتیکالی صحبت بکنیم، مریضای اورژانس. حالا میان بدونیم که دو تا مریض داشتیم که دقیقا تو دوران پاندمی کووید اومدن و یه اون اوایل بود که حالا میسکه خیلی مد شده بود، چون تو طب اطفال هم هست مولتی اینفلاماتوری سیستم ویت کووید این چایلد، یعنی درگیری دو تا ارگان به دنبال در واقع کوویدی که بچه مواجهه باهاش داشته. مثلا پدر مادر یک ماه قبل کووید بودن، بچه بعد از 3-4 هفته اومده تب داره، الان درگیری دو تا ارگان داره، یعنی جی آیش به شکل استحال استفراغ درد شکم، رنالش به شکل در واقع اولیگوری آنوری رایز کراتینین ال اف تی مختل ایکسر کولستاتیک سردرد مننجیسموس. یعنی شما فکر بکنید که از بالا درگیری دو تا ارگان داره تا در واقع حالا اندام ها و به شکل مثلا راش پوستوی داستان. این مریض اومد و خب لمس شکمش واقعا کشی که من بود و خب یه مریض خیلی بدحالی بود و لمس شکم واقعا گارد بود و بورد لایک ابدومن بود و ما گفتیم که خب میگم هنوز میست، تازه اوایل میست بود و گفتیم حالا اگرم میست باشه نکنه این بچه پرفوریشن براش اتفاق افتاده باشه و این مریض رو سپردیم دست جراح ها و جراح اومد دست زد و اتندشون هم بود، گفت این پرفوریشن آپاندیس در واقع بوده و مریض به او آر منتقل شد. موقعی که مریض رفت او آر دیگه حالا نتیجهش این شد که با جراح صحبت کردیم، گفتن این مریض همون میسک بوده و انقدر سروز داشته توی شکم که باعث این ریجیدیتی و بورد لایک ابدومن شده. خب حالا مریض که آپاندکتومی شد ولی وقتی اومد خب مریض خوشحالی نبود اصلا، سری براش پالس کورتون که شروع کردیم، فردای اون روز مریض خب کراتین ها سابساید شد، خیلی کاهش پیدا کرد و اینکه تای بچه سابساید شد و یکی از تشخیص افتراقی ها تو این پاندمی کووید بچه ها اینه که اگر درگیری غیر، یعنی شک بکنید که آپاندیسیت نباشه نیست باشه، بچه خیلی سری مریض ها نباید بفرستید او آر. این برای جراح ها هم، یعنی الان جراح ها دیگه مریض نیست خود، چون ممکنه واقعا توی معاینه شکم مریض تندرنس داشته باشه، ریبان داشته باشه، بورلک ابدومن داشته باشه، یکی از این تشخیص افتراقی پس بچه ها میتونه میست باشه. یه تشخیص افتراقی دیگه توی دخترها بچه ها تورشن تخمدانه که چند روز قبل هم توی مورنینگ صحبتش شد. دیگه چی بچه ها؟ یه تشخیص افتراقی خیلی مهم که خیلی موقع هم اصلا بچه ها اشتباه میکنن، حتی ممکن ما هم اشتباه بکنیم، بچه گاسترینتریته. حالا میخوام که یکی از بچه ها میکروفون شد، دکتر رحمانی که عکسم داره روی زومش، بیاد ما یه صحبت بکنیم در مورد گاسترانتریس، ببینم نظرش در مورد گاسترانتری چیه، چه افتراقی میتونیم بدیم. مثلا بچه یه ذره کوچیک‌تر باشه 6 ساله 7 ساله چی فکر میکنی که مثلا تو گاسترانتریت مقدمه یا تو آپاندیسیت مقدمه؟ چون خیلی در مورد علائم و نشانه های آپاندیسیت بچه ها صحبت نکردیم، همینجا باز بکنیم بحث اصلا علائم آپاندیسیت رو با هم دیگه و افتراقش رو با گاسترانتریت. دکتر رحمانی منتظرم. سلام استاد. سلام 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 استاد، صدای من داری؟ بله بله بله، مرسی. اول بگو آپاندیسیت دکتر چه علائمی رو انتظار داری؟ یه ذره کلاسیک ثابت تقدم علائم رو به هم بگو، بعد از یکی دیگه از بچه‌ها استاد. معمولا یه درد پریامبلیکالی هستش که مایگریشن داره. آها. و حالا ممکنه تب، اشتهایی، استفراغ، اینا رو هم ببینی. آه، یعنی مثلا تقدم تأخرش رو اگه بخوای بگی، مثلا تو آپاندیسیت به نظرت اول یه ذره اسهال داریم یا مثلا استفراغ داریم بعد درد شکم داریم، چون یه کوچولو تو گاسترانتریت امواژیناسیون اینا با اون کمک میکنه بچا دونستن این مسائل، یعنی تو آپاندیسیت به نظر کنم... پس درد یه یافته ثابتیه، همونی که شما گفتی درد یه یافته ثابتی توی آپاندیسیت، بی اشتهایی خب یه یافته کلاسیک اکثر بچه‌ها بی اشتهان، ولی بچه‌ها ممکنه یه مریض آپاندیسیت تو 24 ساعت اول دستمون برسه و گرسنه باشه، یعنی خیلی رتکننده نیست، ولی با درصد بالایی بچه‌های آپاندیسایتیس بچه‌هایی هستن که اکثرا بی اشتهان، درد رو غالبا دارن، ممکنه درد کلیکی باشه ولی بعد میره به سمت دردهای کانستانت و دائمی. پس تقدمش چجوری میشه؟ بی اشتها، درد و بعد استفراغ. خب توی گاسترانتریت به نظرت این داستان چجوریه؟ و تب دارم به نظرت یا نه دکتر؟ اول در مورد تبش هم بهم بگو. گاسترانتریت بستگی داره، خب وایرال باشه مثلا باکتریال باشه، با
باشه توی آپاندیسیت انتظار تب دار بودن رو داری؟ مثلا انتظار داری که مریض مثلا یه تب چهره تب معمولا لوگرید تا جایی که میدونم. آفرین لوگرید. دقیقاً پس یه تب ندارن بچه‌ها یا یه تب های در واقع لوگرید رو به خاطر پروسه التهابی دارن و اگه بعد در واقع اتفاق بیفته که دیگه بچه‌ها تب دار میشن. ولی گاسترونتریت یه چند تا تفاوت گاسترونتریت رو میتونی برام با آپاندیسیت بگی؟ خیلی خیلی مهمه. استاد معمولا فکر کنم تو گاسترونتریت اگه وایرال باشه اول با یه استفراغی شروع میشه. بعد بچه‌ها معمولا مثل آپاندیسیت بدحال نیستن. بعد کم کم استفراغش تبدیل میشه به اسهال. آفرین. بعد اون درد شکمی هم که میتونه بده معمولا به خاطر لنفادنیتیه که ثانویه به حالا. آفرین. اصلا یکی از تشخیص افتراقی تو جدول کتاب لنفادنیت میزانت. مرسی دکتر. ممنونم شما. پس بچه‌ها یه افتراق گاسترونتریت اینه که بابا درد تو گاسترونتریت درد دائم دیگه نمیره به سمت کانستانت شدن، دائم شدن و مریض گاسترونتریت حتی اگه وایرال باشه ما بعد دو روز دیگه انتظار داریم دو سه روز حال عمومی بچه بهتر بشه، یه ذره اشتهای بهتر بشه، حال عمومی خود جنرال اپیرینس بچه کم کم به غذا خوردن میفته، اشتهاش بهتر میشه و مریضی که تب ها کم کم سابساید میشه. ولی مریض آپاندیسیت بچه اگر به دادش نرسیم، به خصوص بچه های کوچولو زیر 5-6 سال، میره به سمت پرفوریشن و بدحال شدن. پس دردهای آپاندیسیت میره به سمت دایبی بودن و بچه آپاندیسیت خب اگر بخواد استفراغ ها تداوم داشته باشه، ما استفراغ های چی داریم؟ استفراغ های صفراوی داریم. تپ ها پایینه مگر پرفوریشن اتفاق بیفته. و دیگه خدمت شما عرض بکنم که پس حال عمومی اگر به دادش نرسیم میره به سمت بدحال شدن، ولی تو گاسترونتری در واقع به این شکل نیست و بچه ها معمولا تپ دارن، اسهال بیشتره و استفراغشون هم خب استفراغ های صفراوی قاعدتا توی گاسترونتریت ها نیست. حالا دیگه اگه بخوایم تو معاینه بگیم مثلا توی آپاندیسیت به خاطر ایلئوسی که اتفاق میفته ممکنه کم کم کاهش صداهای در واقع یعنی بایل ساوندمون کاهش پیدا بکنه، توی گاسترونتریت ممکنه افزایش بایل ساوند باشه. اینا دیگه نکات تستیه، شاید اینقدر تو بچه‌ها حالا به خصوص بچهای کوچیک‌تر مثلا 6 7 ساله شاید نذارن خیلی ما خوب معاینه بکنیم. حالا شما بخوای بایل ساوند رو در واقع توی بچه ها معاینه بکنید، ولی اینا حالا بیشتر ممکنه تئوریکال به دردتون بخوره. پس تو کتابتون خیلی اومده در مورد تشخیص افتراقی اول گاسترونتریت اومده صحبت کرده. اون چیزی که دکتر اومد در موردش به همون گفت لنفادنیت مزانت، بچه لنفادنیت مزانت هم جز تشخیص هایی هستش که یه افتراقش به آپاندیسیت اینه که درست هم اونها درد دارن ولی معمولا باز هم حالا اینا تپای بالایی ندارن و یه داستانش اینه که استفراغ ندارن. شما لنفادنیت مزانت رو خیلی تو اورژانس دیدید، بچه رو میارن با درد شکم ولی بچه استفراغی نداره و بچه حال عمومیش حال عمومی بدی نیست. وقتی سونو میکنید مثلا به ما میگن که چندین لنف نود مزانت و اکثرا سایزشون زیر در واقع 1 تا 1.5 سانتی و کار خاصی هم لنفادنیت مزانت بچه نمیخواد. مریض رو با هشدار علائم خطر ترخیص میکنیم، میگیم مایعات گرم بده، هیدره بکنه مامان و اینکه یه شربت بروفن یا حالا استامینوفن هم براش مینویسیم. پس اگر با مریضی توی مطب مواجه شدید که سونوگرافی لنفادنیت مزانت بود نباید خانوادر بترسونید، فقط فالو آپ داره. بچه ها اگر که توی سونوگرافی لنف نودهای متعدد گفتم، پارا آوت گفتن و لنف نودهای لگنی متعدد به ما گفتن و سایز لنف نود مثلا 2 سانتی و 2.5 سانتی گفتن، خب این دیگه داستانش جداست. ممکنه خدایی نکرده از همین داستان چی در بیاد، یه لنفوم در بیاد. پس مریض رو میخوابونیم، سی بی سی میگیریم، اوریک اسید و ال دی اچ میگیریم. خب پس یکی از تشخیص افتراقی مهم که بحث کردیم این بود. خانم دکتر هم که گفتن یه جدول خیلی خوبم که حالا خانم دکتر اومدن گذاشتن، طبقه بندی بر اساس ایج بچه اومدن. حالا ما با نئونیت که نیک شاید خیلی تشخیص خوبی باشه خیلی حالا کار نداریم چون بچه ما تو رو اینجا دیگه 12 ساله. حالا یه کوچولو با هم مرور میکنیم. این فانت زیر 2 سال، سن شایع ایمیجینیشن بچه 6 ماه تا 3 ساله. پس بچه‌ای که این تو ساسپشن داره خیلی بچه ما آپاندیسیت تو بچه‌های خودتون دیدید دیگه 2 ساله 3 ساله، اصلا کلا زیر 3 سال که خیلی نادره و بیشتر باید شکمون بره به سمت اینتوساسپشن. فقط فرقش نه اینتوساسپشن تو 24 ساعت اول خیلی تیپیک تره، یعنی اینکه دردهای آن و آف دارن، بچه تبدار نیست و این رو هم باید حالا خلاصه به دادش رسید که استفراغ به سمت صفراوی شدن و فکالوئید نره و سایه ریداکس بشه. اینکارسریتد هرنیشن بچه ها یه تشخیص بدی نیست. همیشه به بچه ها میگم مریضی که اومده با وامیتینگ این پوشک رو بدید پایین تر، نگاه بکنید ببینید مریض نکنه یک فتق استرانگوله یا اینکارسره داشته باشه. یوتی آی بچه ها تشخیص بدی نیست، همیشه باز هم
سر ران ما تو اورژانس به بچه‌ها میگیم هر موقع شما علائم جی آی اسهال و استفراغ دیدید نگید این یک گاسترو انتریت مثلا وایرال ساده است. بچه‌ها هر پرزنتیشنی تو اطفال میتونه خودش رو به شکل اسهال و استفراغ پرزنت بکنه، یعنی بچه اوتیت داره، اسهال داره، استفراغ داره، بچه یو تی آی داره دیگه، بارستنش بچه یو تی آیه، بچه یو تی آی داره، سی آر پی بالا، ای اس آر بالا، لوکوسیتوز داره، تب داره و اسهال داره. گاسترونتریت رو اومده گفته، مروتیشن رو اومده گفته و حالا یه سری تشخیص های دیگه. 2 تا 11 سال بچه ها نگاه بکنید، تاپ لیست ما آپاندیسایتیسه، گاسترونتریتیس، حالا تروما و هنوخ که یه جایی بهتون اشاره کردم اگر توی یو اتون در واقع آر بی سی داشته باشید، خب یه ذره آر بی سی قشنگ گروسی داشته باشید، هماتوری یعنی در حد بیشتر 10 تا داشته باشید آر بی سی دیگه میره به سمت و اون راش های پالپبل داشته باشید میره به سمت هنوخ. بقیه تشخیص افتراقی ها که هیچی، بازم تاپی سه 12 تا 19 سال که بچه ها با درد شکم، حالا توی دختر خانم ها پی آی دی اتیکت های ما اومده گفته و آپاندیسایتیس. خب جدول هایی که دیگه خانم دکتر اومدن گذاشتن، حالا یه کوچولو در مورد این صحبت کردیم، در مورد معاینات هم همینطور. یه الگوریتم اپروش خیلی خوبه که بر اساس از کتاب دیسیژن میکینگ که بر اساس هیستوری و در واقع فیزیکال اگزامینیشن بچا دستبندی کرده کیا اصلا کی شک به رنال استون داریم، کیا کی یو بی و در واقع کار دیگه مثل سی تی ممکنه بخوایم برای بچه انجام بدیم. حتی توی سنین 13-14 سال دخترها بچه حواستمون اگر تبدار نباشه درد شکم استفراغ باید به پرگنسی باشه و اینکه پانکراتو کولسیستیت هم که با هم صحبت کردیم. یه الگوریتم اپروشی که حالا خیلی روش وقت نمیذاریم، بچه توی دیسیژن میکینگ نگاه بکنید، خیلی خیلی کمک کننده است این اپروچ. و آها میرسیم به این معیارهای پدیاتریک آپاندیسایتیس اسکور یا پاس که توی کتاب ما هست و کتاب شما به عنوان آلوارادو. بچه ها دقت بکنید، بچه هایی که امتحان دستیاری دارن خب خیلی دوست دارن که حالا این رو سوال بدن، توی معیارها نگاه بکنید آیتم ها آپشن هایی که اسکورینگ رو اومدن گذاشتن، بچه چیزی به نام درد اسکور نداره بلکه مایگریشن درده که اسکور داره. خب پس انورکسی اینطوری یاد بگیرید که دوتا تندرنسا هر دوتا دوه، بقیه آپشن ها در واقع اسکورینگشون یکه. پس انورکسی ها اسکورش یکه، اگر تهوع و استفراغ داشته باشه یک، تبدار بودن پس خود پین نه، تو تستا خیلی میگم علاقه دارم مایگریشن پین، تندرنسا هر دوتا در واقع دوه، یعنی سه تا چهار تا ما علائم بالینی داریم، دو تا علائم در واقع تو معاینه و فیزیکال اگزامینیشن داریم، دو تا هم توی لب تستمون داریم. خب اگر تندرنس توی رایت لوئر کوادران داشته باشه و اگر تندرنس همون که بهتون گفتم سرفه بکنه به نام دانفی در واقع ساین پرکاشن، یعنی خیلی جنتل بچه، چون شما مریض آپاندیسیتی میتونید خیلی لمس عمقی بکنید بچه اگر آپاندیسیتی تیپیک باشه درد داره، پوزیشن چجوریه، میاد تو اورژانس بخوشه زره، حالا بچه های بزرگتر عشان پوزیشن آنتالژی پین رو در واقع میگیرن به سمت راست خمیدن، وقتی میخوام برن روی تخت خیلی خیلی با احتیاط در واقع یا دستشون رو روی قسمت رایت لوئر میگیرن که خیلی اونجا فورسی وارد نشه تا دردشون تشدید نشه، موقعی که میخوام بخوابن دراز بکشن یه ذره سعی میکنم پا رو جمع بکنن توی شکم سمت راست. خب پس وقتی میگه پرکاشن یعنی به صورت جنتل دق رو روی ناحیه رایت لوئر انجام بدین، هاپینگ تندرنس هم یعنی وقتی بچه راه بره و حالت لیلی حالت پریدن روی اون پا داشته باشه پای سمت راست میبینید که تندرنس داره. لوکوسیتوز هم که بالای در واقع 10000 نوتروفیلی، توتال اسکور بچه میشه 10. تو کتاب چی میگه؟ میگه اگر زیر 4 باشه بچه پس خیلی به آپاندیسیت نمیخوره، میتونید مریض رو دیسشارژ بکنید به خصوص اورژانس های شلوغ، الکی نگه ندارید، الکی دوباره سونو نخواد. اگر بین 4 دامپی ساین هم که بچه ها نوشته اینجا براتون، اگر بین 4 تا 8 باشه بچه ها واچ فول ویتینگ، خب باید مریض حداقل 24 ساعت بمونه معاینه بشه، حتی یه سری لب تست ها در واقع براش تکرار بشه. بچه ها یه جمله خیلی خیلی مهم کتاب ما داره، حواستون باشه 2-3 بارم برای خود ماها اتفاق افتاده، برای ما که کم تجربه تریم کتاب نوشته 50% آپاندیس ها رتروسکال یه لگنی ممکنه باشن. بچه ها آپاندیسیت وقتی که رتروسکال باشه یافته ها یه ذره واسه ماها که میگم جراح نیستیم و حالا شاید خیلی نتونیم تشخیص بدیم، یعنی بیشتر هی بنده به اینیم که حالا سونوگرافیه به ما چی بگه، ما جنرالا بچه اینطوری نیست، اگر واقعا شک بالینی دارید یه ذره یعنی ته دلت هم یه بچه بی اشتها بوده استفراغ داره، یه کوچولی تب داره، یه وایت 15000 داره،
بچه نگه دارید بچه رو بیشتر از 24 ساعت، چون میره 48 ساعت چه میدونم 3 روز بعد 72 ساعت میاد یه مریضی که تو شوکه، یه مریضی که پرفوریشن براش اتفاق افتاده و حداقل دو سه موردش رو بچه تو این یک سال و نیم ما داشتیم از این آپاندیسیت هایی که اینطوری میس شده، رتروسکال و پلویک بوده. اصلا بچه آپاندیسیت های رتروسکال ممکنه که درد ها توی ناحیه رایت آپر کوادران باشه، پس بچه ها رو نگه میداریم و جراح باید مرتب بچه رو معاینه بکنه و سونو و آزمایشات رو تکرار بکنه. بالای 8 بزرگ هم مساوی 8 باشه که اصلا قاعدتا دیگه برامون آپاندیسیت محرزه، به خصوص اگه دست یک جراح هم خورده باشه و دیگه تشخیص آپاندیسیت رو بخواد برامون بده. خب یه تشخیص اپروچ دیگه خانم دکتر گذاشته که خیلی خیلی خوبه، بچه حواستون باشه مریضی که با درد شکم و استفراغ میاد دو تا چیز رو تو ذهنتون داشته باشید. یکی فارنجیت های استرپتوکوکال رو دقیقا بچه توی مبحث فارنجیت استرپتوکوکی نوشته، بچه شما تب داره، درد شکم داره، بعد خدمت شما عرض بکنم که حالا گلو درد و شرحال قاعدتا میده، یعنی حداقل اینه که بپرسید. یه موقع ممکنه مامانه شرحال نده، الکی بچه رو سونو توی مطب نشستید، بچه رو برای سونو نفرستید، بگید حالا یه سونو هم انجام بده ما خیالم راحت بشه، آپاندیسیت نداشته باشه. پس معیارهای حالا ایزا که من براتون صحبت کردم هفته قبل در مورد فارنجیت همینه، بچه تب داره، گلو درد داره، لنفادنوپاتی تندر داره و حالا جزش درد شکم نبود ولی ممکنه با درد شکم هم پرزنت بکنه. نومونی، بچه نومونی های لوب تحتانی اریه ممکنه با تب و درد شکم خودشون پرزنت بکنن، پس یه سم اریه توی مریضی که سونوش نرماله نگرش هم داشتید، حالا آپاندیسیت در واقع آنیوژوال هم براتون مطرح نبوده، اگر مامانه شرحال کوچیک از سرفه میده و شما توی سم اریتونی یافته غیر طبیعی دارید حواستون به نمونی باشه. پی آیدی که ما واقعا خیلی نداشتیم بر اساس حالا این تشخیص افتراق یا میاد مریض ها رو اگر نداشته باشن میگه مریض آیا های ریسک هست برای آپاندیسایتیس یا نه، همون معیار PAS پدیاتریک آپاندیسایتیس اسکور بیشتر از 7 رو اومده گفته و بر اساس این حالا گفته کی در واقع ابزرویشن بکنیم، کی اینم یک الگوریتم اپروچ حالا خوبیه ولی یه ذره متفاوته و کی مریض رو بفرستیم او آر. این هم بازیه اپروچ دیگه. خب اپروچ ها بر اساس AAP بر اساس آپدیتس بر اساس دیسیژن میکینگ بهشون متفاوته ولی خب خیلی به درد بخوره. حالا ما پرکتیکالی رو به شما میگیم. بچه این مریض خودمون بود. من از خانم دکتر دیشب خیلی دیر وقتم بود، خواهش کردم که این عکسش رو بندازه که بیشتر بر اساس کیس با هم صحبت بکنیم. بچه این یه مریضی بود که اگر اشتباه نکنم دی ماه پارسال اومد، یکی از همکارا در واقع ویزیت بودن و یک مریض خیلی آرزه داری یه اتفاقی افتاد که الان داستانش رو براتون میگم. یه مریضی بود که دو روز بود تب داشت و در واقع اومده بود اینجا با تب استفراغ و توی آزمایشاتش یه CRP 110 داشت، اگر اشتباه نکنم بالای 100 بود CRP و یک لنفوپنی داشت. موقعی که اومده بود درمونگا بچه‌ها فکر کرده بودن خب کوویده، گفته بودن تب داره، استفراغ داره، لنفوپنی داره و یه ذره درمونگا شروع بود، شاید حالا یه کوچولو تو معاینه بچه‌ها چیز نکرده بودن و با هشدار علائم خطر بدون انجام سونو بچه رو فرستاده بودن رفته بود. بچه میره به یه مطب پزشکی مراجعه میکنه، اونم براش اوندانسترون میذاره، نمیدونم ORS میذاره و متوکلپرامید میذاره و هی سیمتوم تراپی و استفراغ بچه کنترل میشه با این اوندا، ولی بچه شروع میکنه به اسهال شدن، بدحال شدن، تب بچه در واقع بیشتر میشه و یه بچه بدحال روز سوم آوردن پیشمون که اگر گرافیشو ببینید ارفل لول میبینید بچه زیر فکر میکنم 4 سالش بود اگر اشتباه نکنم، زیر 5 سال بود. بچه یه آپاندیسیت پرفوره، یه پریتونایتیس و بچه بود که تو سپتیک شاک بود وقتی که این عکس رو جراح برامون فرستاده بود، چون توی فالو آپ هم مطرح شد و ما این کیس رو مطرح کردیم. بچه نکروز رو نگاه بکنید، این بچه به دنبال آپاندیسایتیس و نکروز یه قسمتی از ایلوم و سکوم حدود فکر میکنم 10 تا 20 سانتی متر روده ریزکت شد، چون دیر بچه ها تشخیص داده شد. اگر موقعی که بچه اومده بود سیمتوم تراپی نمیشد دست به شکم مریض و اون بچه دیگه CRP 110 یه کوچولو جای فکر کردن داره، آیا گاسترانتریت وایرال ساده میتونه CRP 110 بده؟ پس حداقلش اگه ته دلمون میترسیم
یه بچه رو 6 ساعت under observe نگه داریم، یه سونو براش بذاریم، بچه‌ای که تب داره، استفراغ داره و به ما مراجعه کرده روز دوم اسهال نداره، بگیم نکنیم بچه یه انواژیناسیون کامپلیکیتد به هم زده، یه ذره آپاندیسیت واقعا حالا جای بحث تو این سن. ولی خب حالا می‌بینید این مریض در اومد و یه ذره حالا فکر می‌کنم مشکل لگال دیگه پیش نیومد، ولی این یه کیس خیلی جالب بود که ما داشتیم و اصلا با گاستروانتریت وایرال رفته بود، سیمپتوم تراپی شده بود. دکتر تقریری گفتن که اصلا درد شکم نش، فقط تب و استفراغ. فکر میکنم یه ذره درد شکم هم داشت، فقط داستانی که حالا یه ذره ما بچه ها معترض شده بودن که چرا این بچه معاینه نشده، دست به شکم بچه اصلا نزده بودن. ببین یعنی اینطوری بود، از اینجا بچه دیشارج شده بود رفته بود مطب اینجا مثلا کیدیلاک داره، مطب یه دکتر دیگه اوندانسترون گذاشته بود، بچه شروع میشه به اسهال، در واقع شروع میشه به آها با اسهال خونی بچه، یعنی مامان واضحا شرح حال نرکتوراژی ولی شرح حال دیزانتری میداده. خب این بچه نکروز دیواره روده براش اتفاق افتاده و شدینگ دیواره روده و خیلی بچه بد حال شد، یعنی موقعی که اومد اصلا کاملا سپتیک شاک بود که توی سونو هم گفتن که واضحا پرفوریشن اتفاق افتاده و شکم پر مایع است. پس حواستون باشه، چرا درد شکم هم کام دکتر فکر میکنم داشت، ولی چون سن زیر 5 سال بود بچه‌ها خیلی انتظار آپاندیسایتیس رو نداشتن، بیشتر براش وایرال مطرح کرده بودن، بچه رفته بود. اینم نقطه مکبرنی که بچه‌ها اومده خام دکتر اینجا توی عکس ها گذاشته، چه لب تستی چه معاینات کمک میکنه. پس تندرنس ریبان تندرنس، اگر شک به آن یوزوالا داریم روزین ساین و در واقع سواز ساین و اپتراتور ساین که شکلاش اومدیم براتون گذاشتیم، خودتونم اگر بتونید در واقع یوتیوب نگاه بکنید، چون فکر میکنم یه ذره از وقتم گذشته، من یه مریض بدحالی هم توی اورژانس دارم. بچه درمان چیه؟ فقط اینم صحبت باهاتون بکنم، اگر درمان آپاندیسیت نان کامپلیکیتد باشه، ما یک دو سفال در واقع سفالوسپاین نسل 3 کاری که داریم پرکتیکالی انجام میدیم. حالا خود جراح سفازولین هستن میذارم، ما معمولا سفیزوکسین برای بچه‌ها میذاریم یه تک دوز و مریض رو میفرستیم او آر. آیا نیازه که همون موقع که تشخیص آپاندیسیت آن کامپلیکیتد دادن مریض بره او آر؟ نه، میگه تا 24 ساعت هم وقت داره، شما بچه‌ها رو هیدره میکنید، یه دوز آنتی بیوتیک میزنید و اصلا مثلا اورژانس نیست که ساعت 3 صبح جراح بیاد و یک مریض آپاندیسیت نان کامپلیکیتد رو بخواد ببره. پس این شد آپاندیسیت در واقع آرزه سیمپل بدون آرزه. اگر آپاندیسیت ها بچه کامپلیکیتد باشه، یعنی بعد از 48 ساعت مریض دیگه رفته باشه به سمت پرفوریشن سپتیک شاک، به خصوص میگم سنای پایین‌تر، اولین کاری که بچه ما جنرال تو اورژانس میکنیم مریض رو سعی نفرسیم اتاق عمل، میگیم آقا بچه هیدره بشه، بچه که تاکیکارده یعنی به دنبال پرفوریشن مایه از دست داده، تاکی کارد، من اول باید برای این بچه ریساسیتیشن فلوید تراپی رو انجام بدم، سرم رو مناسب بذارم، سوند گذاری بکنم، آنتی بیوتیک مناسب بذارم، اختلالات الکترولیتی بچه رو باید کنترل بکنم. و حالا حتی تو کتاب گفته که میشه آپاندکتومی رو خیلی ارجنت انجام نداد، ولی بچه‌ها کاری که ما پرکتیکالی انجام میدیم مریض رو استیبل میکنیم توی کامپلیکیشن و اونایی که کامپلیکیتد هستن و آنتی بیوتیک براشون میذاریم. چه آنتی بیوتیکی ما پرکتیکالی میذاریم؟ معمولا از یکی از سفالوسپاین های نسل 3 مثل سفتیزوکسین یا سفتریاکسون به اضافه مترونیدازول، چون بعد قاعدتا گرام نگاتیو ها و بی حوازی های روده رو بعد کاور بکنیم، بعد هیدریشن کامل انجام میدیم، سوند میذاریم رزرو، حالا اگه بد حال واقعا باشه و فکر بکنیم که مریض کامپلیکیتد بعد رزرو پکسل براش انجام بدیم و معمولا بچه جراح میبرن سری اینا رو اتاق عمل، دیگه خیلی صبر نمیکنن مریض هایی که به خصوص مریض هایی که دیگه خیلی بد حالن و اصلا حتی ممکنه بچه ما یه مریض داشتیم که یه آپاندیسیت پرفوره میسدیاگنوز بود که من یادمه حتی پایین اورژانس مشاوره آی سی که براش گذاشتیم خودمون براش شروع کردیم اپینفرین رو، همچون اصلا مریض واضحاً تاکیکاردی، یعنی یه مریض اومده بود با درد شکم، شکم بورد لایت، ما هنوز سونو نداشتیم، مریض رو معاینه کردیم، میمیره بچه 7-8 فکر میکنم 7-8 ساله بود، اینم برای پارساله، دیدیم که مریض تاکیکاردی وحشتناک داره، مانیتورش کردیم، دست به شکم دیدیم خب ریباند تندرنس، بچه کاملا مخاطات خوش. ببین من که اینطوری نمیتونم مریض رو بفرستم اتاق عمل، باید اول هیدریشن یعنی بی سی پر کی جی براش مایه گذاشتیم، دفیسیت رو جبران کردیم، سوند گذاشتیم، اسیدوز داشت، دیدیم اسیدوز اصلاح نمیشه، حتی سرم خیلی خیلی بچه بدحالی بود، سرم بیکربنات یه ذره اومدیم آنتی بیوتیکمون رو واید اسپکتروم گذاشتیم، مروپنم رو گذاشتیم که کامل کاوریج بده، پس استیبلش کردیم، بعدم در واقع دیری پرپینفرین گذاشتیم و بعد هم یه ذره استیبل شد و جراح بردنش اتاق عمل.
خب مرسی از خانم دکتر فیروز بخش. ببخشید بچه‌ها یه ذره عجله‌ای شد امروز، ما یه ذره اورژانسمون مریض‌های بدحال داشتیم. مرسی ازتون که مشارکت کردید. یه کوچولو می‌خواستیم فقط مبحث آپاندیسیت رو براتون توضیح بدیم و تشخیص افتراقی‌هاش رو به خصوص گاسترواینتریت و حالا بقیه تشخیص افتراقی‌ها. مرسی از دکتر فیروز بخش. بچه‌ها ببخشید که دیگه وقت نشد من فیلم‌ها رو هم براتون به نمایش بذارم، اگه سوالی هست که در خدمتتونم. مرسی دکتر فیروز بخش. خب نشون مرسی.